که اسپیس رو میبینید، این محیط کاریتون هست که بهش میگن ورک اسپیس. استیج در این قسمت قرار گرفته. این صفحه سفید رنگ هست که در اون میتونید اشکال مختلف رو بکشید یا کارهای مختلفی رو انجام بدید. در این قسمت تایملاینتون قرار گرفته که تایملاین همون برنامه‌ریزی فریم‌های شما هستن که بعد از پخش میتونید با دکمه پلی کارهایی که انجام دادید ببینید. پالت های رنگ و پالت های دیگر در این کنار قرار گرفتن. ابزارها هستن. اگر شما وارد محیط فلش شدید و یک حالت دیگری از فلش رو دیدید، مثلا دید رنگاتون این بر هستن، ابزارهاتون هم وجودی ندارن، نیستنشون، یا میتونید تکیهی ابزارها رو به صفحه اضافه کنید و توی صفحه قرار بدید، یا اینکه از یکی از ورکسپیس های دیگر استفاده کنید که من اینجا کلاسیک رو فعال کردم چون کار کردم با اون برای شروع کار خیلی راحت است. اگر این موقعی بخواید پالت ها و قسمت های ابزاری رو که در این کنار دارید جا به جا بکنید، میتونید اونها رو بگیرید و به محل خاصی که دوست دارید حرکت کنید یا اونها رو ببندید. پس با حرکت دادن پالت ها و گذاشتنشون توی محل‌های جدید میتونید اونها رو به قسمت‌های مختلف جدید چیکار کنید؟ اضافه و کار کردن با اون رو برای خودتون آسان‌تر قرار بدید. وقتی شما ورک‌اسپیس خودتون رو تنظیم کردید و دیدید دیگه با این ورک‌اسپیس میتونید راحت کار کنید، اون موقع اون رو به صورت یک نیو ورک‌اسپیس چیکار کنید؟ ذخیره کنید. ما قبلا یک نیو ورک‌اسپیس به نام اسپیس ساختیم و اینجا قرار دادیم هر موقع وارد این محیط بشیم میتونیم از این ورک‌اسپیسی که ما قبلا ساختیم چیکار کنیم؟ استفاده کنیم و کارمون رو راحت‌تر انجام بدیم. برای شروع کار من فقط کلاسیک رو انتخاب می‌کنم و در صفحه استیج شروع می‌کنم به کار کردن تا دوستان بتونن موارد مختلف رو کاملا یاد بگیرن. برای اینکه ما توی محیط فلش بتونیم خوب کار کنیم باید اول ابزارهای کارمون رو بسازیم. دو ابزار بسیار مهم توی محیط فلش قرار گرفته. یکیش ابزار سلکشن تولز هست که با کلید وی فعال میشه و یک ابزار دیگه داریم به نام ساب سلکشن. ساب همونجور که از اسمش معلومه یعنی زیر مجموعه انتخاب هایی که ما انجام دادیم و سلکت تولز یعنی چی؟ یعنی کل اون اشیا رو انتخاب. ما میایم چندین شکل در این صفحه میکشیم با قسمت شکل اون اگه باز بکنیم ابزار شکل اون چندین بوده شکل هایی مختلف داریم. من چند شکل مختلف رو انتخاب بکنم و داخل صفحه قرار میدم و میکشم تا دوستان ها میبینن. Thank you.
خب جرافیک برای شما اگر یک خط رو رسم کنید ببینید چی جور این خط رو قرار داد. Yeah.